انفجار پیجرهای نظامی در لبنان همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. این حادثه که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از افراد شد، ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در پی داشته است. روایت‌های متناقض درباره علت این انفجارها از یک حادثه اتفاقی تا یک عملیات هدفمند علیه حزب الله بر پیچیدگی‌های این ماجرا افزوده است. تحقیقات گسترده برای روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد و جامعه بین‌الملل نیز با نگرانی این رویداد را دنبال می‌کنند. همکارم در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. انفجار پیجرهای نظامی در لبنان که به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد منجر شد، همچنان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اخیر در منطقه است. در حدود ساعت 15:30 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 17 سپتامبر 2024، تعدادی از دستگاه‌های دریافت پیام که به پیجر معروف هستند و در اختیار تعدادی از کارکنان واحدها و مؤسسات مختلف حزب الله قرار داشتند، منفجر شدند. این حادثه نه تنها به دلیل تلفات جانی، بلکه به دلیل ابهامات فراوان پیرامون علت آن توجه جهانی را به خود جلب کرده است. از همان ساعت اولیه پس از حادثه، روایت‌های متفاوت و البته متناقضی درباره علت این انفجارها منتشر شد. برخی منابع این حادثه را ناشی از یک خطای فنی یا یک حادثه اتفاقی دانستند، در حالی که برخی دیگر آن را نتیجه یک عملیات خرابکارانه یا حتی یک حمله سایبری قلمداد کردند. برخی نیز انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفتند و این حادثه را پاسخی به اقدامات اخیر حزب الله دانستند. این انفجارها در شرایطی رخ داد که لبنان با بحران‌های سیاسی و اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. همچنین تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله در مرزهای شمالی لبنان همچنان ادامه دارد. این عوامل پیچیدگی‌های بیشتری را به این حادثه افزوده و برخی تحلیلگران بر این باورند که این انفجارها می‌تواند بر توازن قوا در منطقه تأثیر بگذارد. نیروهای امنیتی لبنان تحقیقات گسترده ای را برای روشن شدن ابعاد این حادثه آغاز کردند. کارشناسان بین المللی نیز به لبنان اعزام شدند تا در این تحقیقات مشارکت کنند. جامعه بین المللی نیز به این حادثه واکنش نشان داد و خواستار انجام تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه شد. این حادثه می تواند پیامدهای گسترده ای برای لبنان و منطقه داشته باشد. افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی، تشدید بحران اقتصادی لبنان و همچنین تأثیر بر روند مذاکرات احیای برجام از جمله این پیامدها هستند. به علاوه این حادثه می‌تواند به اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی لبنان نیز خدشه وارد کند. انفجار پیجرها در لبنان یک حادثه پیچیده و چند وجهی است که تبعات آن می‌تواند فراتر از مرزهای لبنان باشد. برای روشن شدن کامل ابعاد این حادثه نیاز به تحقیقات بیشتر و شفافتری است. همچنین جامعه بین المللی نیز باید از روند این تحقیقات حمایت کند و از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود خودداری کند. همراه هستیم با آقای سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای شریفی نژاد، ضمن بیان آخرین اخبار و اطلاعات از انفجارهای دیروز لبنان، تحلیل خودتون را از چرایی این ماجرا و عوامل احتمالی اون بیان بفرمایید. سلام عرض می‌کنم به شما میدان عزیزتون. از ظهر دیروز تقریبا ساعت 15:36 به وقت بیروت منجر به این شد که پیجرها منفجر بشن و حدوداً بین بیش از 4000 نفر انسان مجروح بشن، بیش از 500 نفر وضعیت وخیم چشمی پیدا بکنن، به تخلیه یک چشم و دو چشم منجر بشه و 12 کشته که یک کودک در میان آنها هست ثبت بشه.
از لحظاتی که این اتفاق رخ داد، منابع اطلاعاتی و امنیتی لبنان پیگیر مسائل شدن، گروه های سیاسی مختلف بیانیه دادن و از همبستگی دولت ملت و دولت لبنان علیه اسرائیل گفتن. این بزرگترین عملیات اسرائیل بعد از سال 2006 در خاک لبنان هست و باعث شد که تمام جریانات سیاسی لبنان به وحدت رویه برسن که باید اسرائیل در مورد این مسئله تنبیه بشه. در مسئله بعدی حزب الله لبنان است که حزب الله سه بیانیه مختلف را از دیروز ظهر منتشر کرد که آخریش تقریبا ساعت 11:30 شب به وقت بیروت بود که اسرائیل رو تهدید کرد که در شرایط که فکرشون میکنن انتقام رو از اسرائیل خواهند گرفت. ساعت تقریبا 1:30 نصف شب گروه های عراقی لبنانی سایت اداری بیمه مرکزی اسرائیل رو هک کردند و اسناد و اطلاعات بیمه گذاران اسرائیلی رو تحت اختیار گرفتن. این شرایطی است که تا همکنون هم در لبنان در جریانه که وضعیت بیمارستان ها به عدم خون هست، عدم امکانات پزشکی هست و وضعیت نظام پزشکی لبنان سقوط کرده، از ایران و عراق تیمای پزشکی اعزام شدن به لبنان و این وضعیتی که در لبنان هست تحلیل نمیشه فعلا ارائه داد چون هنوز شرایط بحرانیه، ولی بعضی از صاحب نظران در لبنان معتقدند که این کار اسرائیل قرار بود در اوج جنگی قرار بود اتفاق بیفته انجام بده، ولی به دلیل اینکه منابع اطلاعاتی حزب الله مطلع شدن اسرائیل پیش دستی که به زودتر این کار انجام داد. این تنها نکته ای که حائز اهمیت که در اینجا بیان میشه. بله، سپاس از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.